کسای دیگه هم که اگه یا سیاسی هستن یا نیستن خود بیان ثبت نام کنن و همونطور که گفتم حتما کسی نباید یا خیلی سیاسی باشی یا اصلا در صورت اون چیزی که ایرانی رو که قبل الان اینطوری شده در توسط همون سیاستمدار قبل ما اینطوری شد متاسفانه، ولی خب در صورت من سعی میکنم فقط حمایت کنم، یه قدم کوچیکی بردارم و امیدوارم برای هم همینطور باشن. خیلی متشکرم و از وقتی که به من دادین مایک رو بهتون میدم. درود به شما خانم حائری عزیز با شخصیت حقیقی تشاوردی. اول که صحبت کردید فکر کردم من و شما اختلاف نظر داریم، بعد آخرش فکر کردم نه هم عقیده هستیم ولی نوع گفتن فرق می‌کرد. ببینید خانم حائری عزیز، همیشه باید ما یادمون باشه، این نظر منه، که ما برای چه کسی، برای چه مسئولیتی افراد رو لازم داریم. اگر می‌خوایم که امشب یه شام خوب بدیم، آشپز می‌خوایم انتخاب بکنیم، نه شما شاید آشپز خوبی باشی نه بنده. شرط آشپز خوب بودن، غذای خوب درست کردن آشپزیه. اگر خواستیم یه نفر مسئول اینترنت رو بگیریم، شاید شما اینقدر اینترنت بلد نباشید، خب شاید من شایسته تر باشم. اگر کسی مسئول بهداشت و پزشکی باشه، شما ظاهرا در رشته پزشکی و پرستاری و غیره هستید، بنده نمیتونم. الان ما سیاه یک نفر که اومدیم، مثلا برای چی اومدیم؟ ما اومدیم برای رأی دادن. شرط رأی دادن دو تا چیز هست. یک، اشخاص باید دیوانه نباشن، یعنی باید از لحاظ روانی انسان‌های معمولی باشن. یک، سنشون باید 18 سال باشه. دو، ایرانی تبار باشن، یعنی یا خودشون متولد ایران باشن یا پدر یا مادرشون. این تنها شرطی که هست، تموم شد و رفت، اصلا به سیاست ربط نداره. اصلا برای اینکه خواستن آزادی و دموکراسی، تا وقتی که این افرادی که در اینجا اومدن بتونن این یک هدف و پنج اصل رو بخونن و بفهمن که الکی این کارو نکرده باشن، تموم شد و رفت. فرق میکنه برای با کاندیدو شدن برای هیئت امنا. هیئت امنا حالا مسئولیتاش و ضوابطش رو خواهیم نوشت. پیشنهاد شده، بسیار بسیار سخت است، برای اینکه بالاترین مرجعیت نهاد مردمی است که ساختاری میخواد بشه برای حمایت از پشتیبانی مردم ایران. باید شرایط رو نوشت. حالا اگر کسی پیدا نشد، بعد ببینیم چه فکر دیگه بکنیم که اگه هیچ کس پیدا نشد اون شرایطی داشته باشه. ولی برای هیئت امنا یک شرایطی داره، برای نامزد شدن برای مدیر اجرایی یک شرایط دیگه داره، برای نامزد شدن برای مجمع نهاد مردمی نماینده مردم بودن یک شرایط دیگه داره، برای دبیر دبیرخانه شدن یک شرایط دیگه داره، برای شبنامه پخش کردن یک شرایط دیگه داره، برای گوینده شدن برنامه تلویزیونی اجرایی کردن یک شرایط دیگه داره، برای نمیدونم ترجمه کردن یک شرایط دیگه داره، هر کاری یک شرایطی داره. پس وقتی که ما یکی از 15 هست و میذاریم که میگیم مسئولیت گرفتن و مسئولیت دادن بر اساس لیاقت و شایسته سالاری، منظور اینه. و بعضی وقتا هم هست که بعضیا میان و میگن خب آقای فروتن، ما میگیم که یه نفر رو احتیاج داریم این کارو بکنیم، میگه خب من میام. میگیم میخوایم مثلا آگاهی رسانی بکنیم با رسانه‌های بین‌المللی، با احزاب، با سازمان‌هایش، کسی رو نداریم داوطلب، میگه آقای فروتن خب من میکنم. میگم شما خب مثلا قبلا چی کار میگی؟ ولی من دیپلم دارم و روزا مثلا این کارو میکنم و اینا، زبونم بلدید، نه فارسی فقط حرف میزنم. خب اون نمیشه. این شخص داوطلبم شده، براو، دلش هم برای ایران میسوزه، براو، صادق هم هست، براو، مسئولیت هم میخواد قبول بکنه، براو، روز هفته 80 ساعت هم میخواد کار بکنه، براو. ولی وقتی که شایستگیشو نداره برای این کار، اگه این شخص بیاد و اون شغل رو بگیره، آبروی همه ما در نهاد مردمی خواهد رفت. پس دقت بفرمایید، همونجور شما گفتید، شما یک قدم آوردید گذاشتید جلو. که چرا؟ برای اینکه نمیخواید 90 روز بگذره و ساختار نهاد مردمی حقیقی و حقوقی نشه. و تنها شرط جمع همه ما، چه دکتر آرام حسامی هست که پروفسور دانشگاه هستن، چه آقای خسرو چاوشی هست که 20 سال دارن فعالیت سیاسی میکنن، چه من ایمان فروتن که کامپیوتر بلدم 10 ساله اینجا، چه شما که برای اولین بار حداقل منو بعضیا میشناسین، یک خانم فرهیخته باسواد در اروپا. ماها تنها شرطی که لازمه بغل هم بایستیم اینه که 18 سالمون باشه، یک هدف و پنج اصل رو قبول داشته باشیم و با شخصیت حقیقی بگیم آقا ما می‌خوایم رأی بدیم. بیشتر از اون هیچ لازم نیست. بعد از اون بعد ما بریم به قسمت‌های دیگه و بعد اگه ما منطقی باشیم و اینا رو بخونیم، مسلماً وقتی یه سری کاندیدای نهاد مردمی شدن برای هیئت امنا، ما سوال خواهیم کرد و یا از طرف مردم ایران که از ما سوال میکنن، این سوالا رو میکنیم. این همه عزیزان در داخل کشور هستن که اینها
سوال‌های عالی دارن. اینها خیلی از به نظر من از بسیاری از ما خارج از کشوری عزیزان میفهمن. اینها سوال میفرستن، میگن فروتن برو این سوال رو از نامزد نهاد مدنی بکن. بعد از وقت برنامه امروز ما تموم شده. فردا که سه‌شنبه هست ساعت 12:30 شب به وقت ایران ما برنامه ها رو ادامه میدیم و مطمئن باشید که ما پیروزیم، چون حق با ماست و هیچ کس هم شوخی نداره. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم.